با نام یاد خدا سلام به دوستان نهایت عزیز امیدوارم خوب و صحتمند باشید خوش آمدید به یکی از دیگر درس های ایزی انگلش یا انگلیسی آسان دوستان در این درس قصد داریم بالای میکینگ ساجستشن و یا پیشنهاد کردن کار بکنیم خب در این درس می که چگونه چیزی را به شخص دیگر پیشنهاد کنیم پس بیایید که شروع کنیم خب این هم از فرمولی که قرار است استفاده کنیم در ابتدا why don't we و یا why don't you استفاده میکنیم plus verb بعدش فعل استفاده میکنیم و در آخر کامپلمنت یا تکمیل کننده و در مثال why don't we go to the park why don't we go to the park چرا به پارک نرویم ببینید نظر به فرمول ابتدا why don't we استفاده کردیم plus verb و plus کامپلمنت یا تکمیل کننده و این جمله دارد پیشنهاد میکند که چطور است ما به پارک برویم جمله بعدی why don't we rest here why don't we rest here چرا اینجا استراحت نکنیم why don't we stay here tonight why don't we stay here tonight چرا امشب اینجا اقامت نکنیم why don't you take an english class why don't you take an english class چرا شما یک سنف انگلیسی نمی گیرید and why don't you buy a computer Why don't you buy a computer? چرا شما یک کامپیوتر نمی خرید؟ ببینید تمام جملات ما نظر به فرمول استفاده کردیم. در ابتدا why don't we و یا why don't you plus verb plus complement. خب این هم از فرمول بعدی که قرار است استفاده بکنیم در این فرمول ابتدا how about plus verb ing complement یا تکمیل کننده استفاده می کنیم. به طور مثال How about inviting Karim? How about inviting Karim? ببینید نظر به فرمول how about در اول استفاده کردیم بعدش verb ing فعل ing دار و در آخر complement یا تکمیل کننده چطور است که کریم را دعوت کنیم? How about eating pizza tonight? How about eating pizza tonight? چطور است که امشب پیتزا بخوریم؟ How about watching a film? هاw باوت وah ا فیلم چ تور است که یک فلم تماشا کنیم هw بات گون تو دe bیh هw باوت گون تو دe بیh چ طور است که به ساحل برویم ان هw باوت هلپن دم هو باوت هلپن دم چ طور است که به آنها کمک کنیم تمام جملات ما نظر به ای فرمول هw ب verboنg کplemeنt پیش میرد و تمام ای جملات دارد یک چیز را پیشنهاد می کند خب فرمول بعدی what about plus verb ing plus complement دوستا در جمله بعدی جمله قبلی ما how about استفاده میکردیم اما در اینجا what about اما در ترجمهش کدام تغییری نمی آید به طور مثال what about going to the library what about going to the library چطور است که به کتاب خانه برویم؟ ببینید شما به جای What about میتونید همچنان بگویید که How about How about going to the library جمله بعدی What about borrowing some money؟ What about borrowing some money؟ چطور است که یک مقدار پول قرض کنیم؟ okay. What about making sandwiches؟ What about making sandwiches؟ چطور است که ساندویچ بسازیم؟ wat aبout metng اhمد what aبout meting اhمد چ طور است که احمد را ملاقات کنیم and what about reading a boک what about reading a bok چ طور است که یک کتاب بخوانیم ببینید تمام جملات ما نظر به فرمول بالا پیش میره خب دوستایی هم از کار خانگی تان جمله اینجاست است و اف جمله اینجا کلا چهارده جمله امیدوار هستم که کار بکنید شما میتونید مشکلاتتان را در قسمت کامل بنویسید کوشش میکنم که کمکتان بکنم خب تا درس بعدی خدایا رو نگهدارتان